در جلسه استیضاح وزیر سمت در مجلس در جریان افشای اهدای ماشین‌های شاسی بلند به عنوان رشوه به نمایندگان مجلس با مطرح شدن نام حسن علی غفاری، مسئله اتهام‌های فساد مالی علیه محمد باقر قالیباف و اطرافیانش بار دیگه مورد توجه قرار گرفته. ایران اینترنشنال تحقیقی درباره برخی اطرافیان قالیباف انجام داده که پیشتر متهم به فساد مالی شده بودند و حالا همراه قالیباف وارد مجلس شدن. این گزارش رو در برنامه امروز که ساعت 10 پخش میشه میتونیم ببینیم، اما بیشتر در این باره گفتگو بکنیم با احسان مهرابی که از برلین با ما همراه شدن. آقای مهرابی، میدونیم که فساد قالیباف چه ابعاد گسترده‌ای داشته، این هم شمه جدیدی از فسادیه که داشته، از فساد گسترده مالی در هلدینگ‌ها و شرکت‌های مختلف تا حالا اینکه اطرافیانش رو وارد مجلس کرده. برحال یک رویه در ساختار جمهوری اسلامی این بوده که افرادی که میخواستن سران سه قوه بشن یا سمت خودشون رو به نوعی ادامه بدن در حکومت، معمولا تلاش میکردن برای خودشون تیم تشکیل بدن و این تیم‌ها در حوزه‌های مختلف و نهادهای مختلف فعال باشن، از جمله افرادی که برحال در این زمینه خیلی شهره بود آقای هاشمی رفسنجانی بود. دیگر مقامات همین رویه را در پیش گرفتن، اما آقای قالیباف یک مشکل ساختاری داره، اینه که او چون در سمت‌های نظامی بوده اساسا نمیتونسته در نهادهای دولتی یا مجموعه‌های اجرایی تیم خودش را تشکیل بده و تنها در دوره‌ای در نیروی انتظامی یا شهرداری یک سری تیم‌ها برای خودش تشکیل داده که اونها هم عملا بعد از رؤسای جدید حذف شدن. آقای قالیباف اقدام دیگری را انجام داده و اونی که برای خودش تیم اقتصادی تشکیل داده، یعنی سعی کرده در برخی از نهادهایی که به هر حال اقتصادی هستن افراد خودش را مستقر بکنه، از جمله این مجموعه ها در دولت آقای رئیسی سازمان خصوصی سازی هست که قاعدتا یک مجموعه خیلی خاص هست که رئیس این سازمان از نزدیکان آقای قالیباف هست. او همینطور در مجموعه های دیگر اقتصادی هم افراد خودش را جایی داده و تلاش کرده که به هر حال اگر در حوزه سیاسی نمیتونه تیم داشته باشه، تیم اقتصادی قوی داشته باشه. موضوع فسادهای آقای قالیباف هم حداقل بیش از 10 پرونده هست که به صورت رسمی بیان شده که عمده ترین اونها مربوط به پرونده های نیروی انتظامی بوده و در دوره انتخابات ریاست جمهوری سال 84 که همکاری با قاچاقچیان بود که آقای روحانی هم این موضوع رو در مناظره ها مطرح کرد و در این باره حتی در شورای عالی امنیت ملی هم پرونده ای مطرح شده بود. بعد از اون در بنیاد تعاون ناجا، بنیاد تعاون سپاه پاسداران، خود در واقع شهرداری و بخش های مختلفش پرونده های مختلف برای آقای قالیباف گشوده شده، اما اونها عملا به نتیجه نرسیده که از بین اونها هم باز اون مشهورترینش با موضوع فایل صوتی فرماندهان سپاه پاسداران عملا در فضای عمومی هم مطرح شد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین، ممنونم از شما.